بعد از رسانش گرمایی میرسیم به دومین روش انتقال گرما، همرفت. تفاوت‌های بسیار مهمی بین همرفت و رسانش گرمایی وجود داره. توی رسانش گرمایی خود ماده جابجا نمی‌شد. با هم دیگه صحبت کردیم، روشش رو دیدیم و مسائلش رو دیدیم. اما توی روش همرفت می‌خوایم به این موضوع اشاره بکنیم که بخشی از خود ماده می‌خواد جابجا بشه. برای همین ماده هایی که جابجایی بخش هایشون ساده تره توشون همرفت رخ میده. مثل چه ماده هایی؟ باریکلا، مایعات و گاز ها. به طور کلی شاره ها همرفت توشون سریع تر و راحت تر رخ میده. اول بریم با هم دیگه همرفت رو تعریف بکنیم، بعد مثال های طبیعیش رو و غیر طبیعیش رو با هم دیگه بررسی بکنیم. همرفت یادتون باشه بچه ها مسئله ندارید ازش، یعنی رابطه ای برای محاسبه گرمای انتقال داده شده به روش همرفت وجود نداره برای شما. همرفت رو فقط تعریف میکنید، یاد میگیرید، دلایلش رو میخونید و مثالهای طبیعیش رو با همدیگه بررسی میکنیم. خوب دقت بکنید به تعریفش. انتقال گرما در مایعات و گازها که معمولا رسانه های گرمایی خوبی نیستند، عمدتا به روش همرفت، یعنی همراه با جابجایی بخشی از خود ماده انجام میگیرد. این پدیده بر اثر کاهش چگالی شاره با افزایش دما صورت میگیرد. پس یادمون باشه اساس کار همرفت کاهش چگالی شاره با افزایش دماه، یعنی دما رو که زیاد بکنیم چگالی شاره کم میشه و یک موضوعی اتفاق میفته که تو اسلاید بعدی میخوایم راجبش صحبت بکنیم و بررسی بکنیم. خوب دقت بکنید، وقتی شاره در تماس با جسمی گرمتر از خود قرار گیرد، فاصله متوسط مولکول ها در بخشی از شاره که در تماس با جسم گرم است افزایش میابد. بدین ترتیب حجم آن زیاد میشود و در نتیجه چگالی این قسمت از شاره کاهش میابد. چون اکنون چگالی این شاره انبساط یافته کمتر از شاره سردتر اطراف خود است، نیروی شناوری بنابرای اصل هرش میدوست موجب بالا رفتن آن میشود. آن مقداری از شاره سرد در اطراف جایگزین شاره گرمتر میشود که بالا رفته است و این فرایند به همین ترتیب ادامه میابد. ببینید بچه ها، ساده بهتون بگم، شما وقتی شعله رو میذارید زیر یک ظرف آب فرض کنید، آب شروع میکنه از زیر گرم شدن، وقتی گرم میشه دماش افزایش پیدا میکنه، فاصله بین مولکول‌ها زیاد میشه، فاصله بین مولکول‌ها که زیاد شد چگالیش کم میشه، چون حجمش زیاد شده دیگه، حجم که زیاد میشه چگالی کم میشه، چگالی که کم میشه این ماده گرمتر میره بالاتر چون چگالیش کمتره، اون آبی که سردتره میاد پایینتر، این چرخه انقدر ادامه پیدا میکنه تا کل ظرف کل آب گرم بشه. شکلا نگاه بکن، الان مثلا یه آدم نشسته جلوی شوفاش، تو شوفاش و بخاری و چیزایی که توی خونه هستش میخوایم به کمکش اتاق رو گرم بکنیم، روش همرفت بهمون کمک میکنه. البته سیستم های دیگه هم وجود داره ها، راجبش باهاتون صحبت میکنم. این شوفاش چیکار میکنه؟ هوای بالا سر خودش رو گرم میکنه، هوا میچرخه میره بالا. چرا؟ چون چگالیش کم شده میره بالا، هوای سرد میاد جایگزین میشه و برمیگرده سمت شوفاش که گرم بشه دوباره بره بالا. به همین دلیله که توی منازل وقتی از شوفاش استفاده میکنیم برای گرم کردن، خیلی بچه ها بازده خوبی نداره. چرا؟ چون هوای بالا همش هوای گرم میره بالاتر، هوای بالا سرمون همیشه گرمه و پایین کف پامون همیشه سرده. برعکس در امروزه جدیدا میان از کف گرم میکنن، یعنی کف اتاق رو لوله های آب گرم رد میکنن تا گرم بشه سرمون خنک بمونه، اینجوری بازدهمون بیشتر میشه. ولی به طور کلی چیزی که عرف هست شوفاژ و بخاری ها بالا گرمتره چون چگالی کمتر میشه و حرکت میکنه میره به سمت بالا. شکل بعدی رو دقت کن، یه ظرف که شعله زیرش روشن کردیم میخوایم آب رو گرم بکنیم، داستان دقیقاً همون چیزی که واسهتون تعریف کردم، گرم میشه آب از پایین، چگالیش کاهش پیدا میکنه، حرکت میکنه به سمت بالا، آب سرد جایگزین میشه تا کل ظرف و کل آب گرم بشه، آب گرم و با چگالی کمتر بالا میرود، آب سرد و چگالتر پایین میآید. این موضوعی که توی شاره ها اتفاق میفته. همرفت رو تو طبیعت هم میتونیم شاهد باشیم، خیلی موضوعات جالبیه که میتونیم با هم دیگه بررسی بکنیم. خوب دقت بکنید، روز زمین ساحل گرمتر از آب دریاست، پدیده همرفت موجب نسیمی از سوی دریا به سمت ساحل میشود. شب زمین ساحل سردتر از آب دریاست، پدیده همرفت موجب نسیمی از سوی ساحل
به سمت دریا می شود. خوب دقت بکنید بچه ها، خیلی این موضوع جالبه و راحت هم میتونید تستش بکنید وقتی کنار دریا برید. ببینید بچه ها، توی روز خورشید به ساحل و دریا میتابه. روی ساحل شن هست، خاک هست، حالا ماسه هست، هرچی مهم نیست. رو دریا هم که آبه. چون گرمای ویژه آب زیاده، آب دریا سخت‌تر و دیرتر داغ میشه، دیرتر گرم میشه. در عوض شنهای ساحل داغن. اگر پاتون رو تو آب بزنید میبینید آب خنکه، در عوض وقتی پاتون رو شن میذارید میبینید شن داغه. بنابراین هوای بالای ساحل گرمتره. هوای گرمتر حرکت میکنه میره به سمت بالا و هوای سردتر از پایین میاد جاشو میگیره. بنابراین یک بادی، یک نسیمی از سمت دریا به سمت ساحل میوزه. شب داستان برعکس میشه. چرا؟ چون در طول روز شنها گرما رو گرفتن، آب دریا هم مقداری گرما گرفته. آب دریا به دلیل گرمای ویژه زیادش گرمای خودش رو سخت تر از دست میده. بنابراین دریا گرمتره، شنهای ساحل خنکترن، سردترن. پس هوای بالای دریا گرمتره، به سمت بالا حرکت میکنه و میچرخه. از سمت ساحل هوای سرد میوزه به سمت دریا. بنابراین تو شب جهت باد ساحلی برعکس میشه، از سمت ساحل به سمت دریا. این موضوع رو بعد برای خودتون تحلیل بکنید یکی دو دفعه تا یادتون بمونه. اگه بخواید حفظ بکنید بهتون قول میدم خیلی زود یادتون میره. این موضوع رو تحلیل بکنید. اگر کنار دریا هم رفتید حتما این موضوع رو حس بکنید. کاملا مشخصه، به خصوص توی روز. تو روز کاملا این موضوع مشخصه. از دریا هم که فاصله میگیرید میبینید این باده تقریبا قطع میشه. یعنی تو یک فاصله ای، تو یک محدوده ای تو ساحل وقتی شما حرکت بکنید این باد رو کاملا حس میکنید. فاصله که بگیرید بیشتر از یه حدی دیگه وجود نداره اون باد. تو شب یه مقدار ملایم تره ولی باز هم قابل حس کردن هستش. نوع دیگر از همرفت رو ببینیم با هم دیگه. نوع دیگری از همرفت، همرفت واداشته است که در آن شاره به کمک یک تلمبه طبیعی یا مصنوعی به حرکت واداشته می شود تا با این حرکت انتقال گرما صورت پذیرد. گرم کننده مرکزی در ساختمان، سیستم خنک کننده موتور اتومبیل و نیز گرم و سرد شدن بخش‌های مختلف بدن بر اثر گردش جریان خون نمونه هایی از همرفت واداشته هستند. همرفت واداشته یا فورست کانوکشن هم بهش میگن، یعنی همرفتی که به زور انجام شده. اون قبلیه رو بهش میگن فری کانوکشن، آزاده، طبیعیه، خودش انجام میشد. کنار ساحل شما لازم ندارید که موتور بذارید که این اتفاق بیفته. اما توی ساختمون برای گرم کردن مثلا رادیاتورها یا شوفاشا احتیاج به یک تلمبه یا پمپ دارید که آب رو بفرسته به سمت بالا تا این موضوع بچرخه. یا مثلا تو بدن انسان قلب این کار رو انجام میده. گردش خون انسان به کمک قلب انجام میشه. اونو بهش میگن همرفت واداشته. ما به کمک یک وسیله اضافه میاییم اون شاره رو میچرخونیم تا شاره گرمتر بره به سمت بالا، شاره سردتر یا خنکتر بیاد جاشو بگیره و مجددا گرم بشه. نوع دیگر هم تو شکل نگاه بکن، بدن جانوران خونگرم مثال های عینی از انتقال گرما به روش همرفت واداشته است. قلبه که داره نقش پمپ رو برای ما بازی میکنه تا خون رو به گردش در بیاره و گرم شدن بدن انسان یا جانوران خونگرم رو به کمک همرفت واداشته میتونید توجیه بکنید. یه سوال دقت بکنید، به نظر شما چه ارتباطی بین انتقال گرما به روش همرفت و ضریب انبساط حجمی برای یک مایع وجود دارد؟ یه لحظه فکر بکنید بچه ها. ضریب انبساط حجمی، همون بتا، برای یک مایع چه ارتباطی با روش انتقال گرمای همرفت داره؟ باریکلا، درست حد زدید. هرچی که ضریب انبساط حجمیش بیشتر باشه، افزایش حجمش سریع‌تر و راحت‌تر رخ میده و افزایش حجم بیشتری رو ما شاهد خواهیم بود. وقتی افزایش حجم بیشتر باشه، چگالی زودتر و به مقدار بیشتری کم میشه. وقتی چگالی بیشتر کم بشه،
اون بخشی که چگالیش کم شده راحت تر به سمت بالا حرکت میکنه و این چرخه همرفت سریع تر اتفاق میفته. پس در جواب بگیم که هر چه ضریب انبساط حجمی بیشتر باشد، همرفت سریع تر رخ میدهد، همرفت آسان تر رخ میدهد، با آهنگ بیشتری اتفاق میافتد. همه اینها میتونه جواب این پرسش باشه.